اولا یه مشکل بزرگ همه جاگیره که انسان به کار ناتمام گیر میکنه یا حرف ناتمام. اما به نظر من از نظر فرهنگی ما حرف ناتمام هم خیلی زیاد داریم، چون به انگلیسی میگن unfinished business، یه جورایی کار ناتمام. ولی برای من همیشه این حرف ناتمام هم در کنارش میذارم، برای اینکه اتفاقا ما حرف ناتماممون خیلی زیاده. ما با عزیزمون حرف ناتمام داریم، سر کارمون حرف ناتمام داریم، مدرسه کار ناتمام و حرف ناتمام داریم. به خاطر اون فرهنگی که ازش میایم، فرهنگ مهرطلبی، اجازه نگفتن به ما نمیدن، فرهنگ برتری طلبی خانه و مردسالاری یا مادرسالاری و یا پدرسالاری در خانه، این حقا رو از کودکی از ما گرفته میشه که ما نتونیم حرفمون رو بزنیم. دائما ما ترسیدیم حرفمون رو بزنیم و این تو رو شخصیت ما تاثیر میذاره. وقتی بزرگ میشیم، مدرسه میریم، دوباره سیستم آموزش و پرورش اجازه حرف زدن به ما نمیده. تازه میایم خونه، ناراحتیم از معلم، میگه چوب معلم گل، هر کی نخوره خله. یعنی اصلا صدای دانش آموز شنیده نمیشه. دبیرستان هم همینطور، دانشگاه هم همینطور، جامعه هم همینطور، تو جامعه که زندگی میکنیم. و اینا به من همینطور مهر تایید میذاره که خفه شو حرف نزن، خفه شو. هر وقتم که بیام یه حرفی بزنم، چش سفید، پر رو شدی. وقتی هم که میان تراپی، اگه بخوان حرف بزنن، یارشون یا مادر یا پدر یا بچه ها، حتی مخصوصا پدر مادر یا همسر، برمیگرده میگه زبون در آوردی، رفتی پر رو شدی. یعنی حرف زدن رو ما پر روی میبینیم، به همین دلیله که باعث خشم، ترس و افسردگی میشه، باعث استراب و استرس میشه. انسانی که حرفشو نزنه در خودش فرو میبره، مثل خوره خودشو میخوره، بعد میره تو فکرش، شروع میکنه با طرف جنگیدن، ولی جرأت و شهامت بیرون آوردن رو نداره دیگه. من بهش میگم فریاد زیر آب. ما میشیم فریاد زیر آب و اکثر ما شرقی ها فریاد زیر آبیم. به یا دوتا اکستریم، یا افراط و تفریط هستیم، یا یه دفعه اگر منفجر بشیم بعد منفجر میشیم، یا اصلا منفجر جرأت حرف زدن یا انفجار رو به خودمون نمیدیم. و اینا تمام رو شخصیت ما تاثیر میذاره. و این کودکی که تو اون خانه بزرگ شده، یه چیزی جالبه فکر کنیم، من اینو شنیدم خیلی برام جالب بود، که توی درون خانه پدری، پدر یا مادر میگه هر وقت شوهر کردی برو هر غلطی دلت خواست بکن. وقتی میری خونه همسر، همسر میگه مگه خونه بابات هر غلطی دلت میخواد میکنی؟ یعنی یه همچین حال و روزی رو وقتی ما، حالا مرد و زن نداره، فرق نمیکنه، البته ما این مشکل رو همیشه داریم. وقتی ازدواج هم میکنیم یا وارد رابطه هم میشیم، اون خواسته احساس قلبیمون رو نمیتونیم بیان کنیم، مشکل کامونیکیشن و گفتمان سالم پیدا میکنیم، چون فرهنگ گفتمان سالم هم نداریم، هنر شنیدن هم که نداریم و ندارن. و اینا جمع میشه، جمع میشه، جمع میشه، برای من حالت خشم میشه واسه من، و خشم و عصبانیت و استرس و استراب، در کنارش افسردگیه، که خیلی از ماها گرفتار افسردگی هستیم یا گرفتارش میشیم تو مراحل مختلف زندگیمون، اصلا شاید متوجهش نشیم و بعضی وقتا هم میمونه و مزمن میشه برای ما.